داستان عجیب یک شورشی در دربار پهلوی داستان علی پهلوی و واقعی خورمدره از حوادث شگفتانگیز تاریخ معاصر ایران است علی پسر علی رضا بود یعنی تنها برادر تنی محمد رضا و قلام رضا، عبدالرضا، حمید رضا، محمود رضا و احمد رضا از زنان دیگر رضا خان بودند. علی رضا در پاریس تحصیل کرده بود و فردی ماجراجو بود و همانجا با زنی لهستانی به نام کریستیان شولوفسکی ازدواج کرد و علی پاتریک فرزند همین وصلت است اما دربار از این وصلت خوشنود نبود و علیرضا مجبور شد که همسرش و علی پاتریک را همانجا در پاریس بگذارد و به ایران بازگردد یه لحظه صبر کن قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ی ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کن و یارد نره که کانال ما رو هم سابسکرایب کنی در سال 1333 در دورانی که مشخص شده بود محمد رضا و سریا بچه دار نخواهند شد شایعه ولی علیرضا علی رزا به عنوان برادر کوچکتر محمد رضا در دربار شنیده می شد. علی رزا در ایران مزاره گسترده در منطقه کلالهی گرگان داشت. روزی برای شرکت در یک مهمانی درباری سوار بر هواپیمای کوچک و شخصی خود به سمت تهران پرید. اما هواپیمایش سقوط کرد و کشته شد. و شایعه توطعه محمد علیه برادرش اوج گرفت بعد از مرگ علی رضا پسرش علی پاتریک را به ایران آوردند و تحت تربیت مادر بزرگش قرار گرفت تاج ملوک یعنی مادر علی رزا از مرگ پسر کوچکش به شدت غمگین بود و توجه ویجی به علی پاتریک داشت علی پاتریک در مرگ پدرش محمد رضا را مزنون مقصر می‌داند و حساب خود را به تدریج از بقیه خانواده سلطنتی جدا کرد در دهه چهل رویات مذهبی شدیدی را از خود بروز داد تا آنجا که وقتی با دختری به نام سونیا که اصلیتی سویسی داشت ازدواج می کند طی مراسمی او را مسلمان می کند و خودش هم راهی بیمارستان می شود تا عملیات خطرنه را انجام دهد از اینجا به بعد علی پاتریک فردی به شدت پایبند به احکام اسلام است تا آنجا که سونیا به عنوان همسر او هجاب کامل را اختیار می کند و از هر گونه معاشرت با هر مردی من می شود. علی بخشی از این روحیه را تحت تاثیر دوستش بهمن حجت کاشانی گرفته. برادرزاده سرلشکر حجت کاشانی که در میانه دهه پنجا رئیس سازمان تربیت بدنی بود. بهمن که مسلمان معتقد بود با کاترین عدل دختر پروفسور یحیی عدل ازدواج کرده بود. پدر کاترین یعنی یحیی عدل جراحی مشهور و حاضق بود که به دربار هم رفت آمد داشت و پای بازی ورق با محمد رزا به حساب می آمد. کاترین عدل قبل از ازدواج با بهمن کاشانی در ای از کوه سقوط کرده بود و از دوپا فلج شد. اما بهمن از ازدواج با او کوتاه نیامد. حال در این سزلی پهلوی و حجت کاشانی و عدل که از همه طرف به سمت دربار متمایل بودند اتفاق عجیبی افتاد. هر سه نفر گرایشات زاهدانه مذهبی پیدا کردند و برای خلاصی از اتمسفر دربار به خورم در حوالی قزوین کوچ کردند و در انزوا زراعت و دامپروری را پیشه خود کردند. هر دو خانواده سه کودک هم داشتند. پایبندی این دو زوج به اسلام در کل منطقه سراسدا به پا کرد. علاوه بر اینکه هر دو خانواده به اندازه کافی اسلحه هم داشتند. در نهایت سال 54 بهمن حجت کاشانی اعلام جهاد کرد و به همراه خانوادهش در یک غار در کوهستان رفت. و اعلام کرد که علیه فساد موجود در حکومت خواهد جنگید. او زن و بچههایش را در غار گذاشت و به میان کارگرانش آمد و آنها را تایید کرد که به او بپیوندند. اما در پاسخ تردید و تعلل آنها خشمگینانه به سمت آنها شلیک کرد و دو نفرشان را کشت. بعد به سمت خانه علی پاتریک رفت و ماشین او را گرفت و به سمت تهران حرکت کرد. در مواجهه با پست بازرسی پلیس از بیراهه به سمت تهران رفت و در منزل دوستش آقای تاجدار در محله آریا شهر پناه گرفت و از آنجا از قصدش در ترور بیش از ده شخصیت معروف حرف زد. تاجدار مخفیانه به ساواک و پرویز ثابتی خبر داد و خودش و سپس زن و بچهش از خانه بیرون رفتند و ساواک به خانه حمله کرد و بهمن حجت کاشانی را به قتل رساند. در این میان یک گروهان نظامی تا دندان مسلح هم بیخبر از اینکه بهمن به تهران رفته با تمام تجهیزات به قاری که کاترین عدل و فرزندانش در آن پناه گرفته بودند حمله می کنند. عجیب که در مقاومت و تیراندازی کاترین یک سرهنگ ارتش کشته می شود. بارانی از نانجک به دهانه غار پرتاب می شود و کاترین عدل نیمه فلج و یکی از بچه هایش کشته می شود. و دو بچه دیگر هم مجروح. حتی برای آنها یک توپ 160 میلیمتری هم آماده شلیک کرده بودند که دیگر کار به آنجا نکشید. بعد از آن نوبت علی پاتریک بود. علی پاتریک در خانهش دستگیر شد به زندان رفت و تحت بازجویی قرار گرفت. و در آخر با وساطت تاج الملوک آزاد شد و همراه با خانوادش به مزاره پدری شر گرگان رفت و در آنجا اسمش را از پهلوی به اسلامی تغییر داد. او تا سال 62 در ایران ماند و یکی دو بار به زندان افتاد و زمزمه اش است که با توصیه آیت الله خمینی از زندان آزاد شد در نهایت به فرانسه رفت و بعد از یک دوره وضعیت بد مالی در آخر در سوئیس مستقر شد گفته می شود که علی پاتریک هنوز هم در آنجا مستقر است اگر پدرش زنده می ماند و محمد رضا برادر خود علی رضا را به ولی اهدی انتخاب می کرد و بر سر ازدواجش با سریا می ماند احتمال داشت که علی پاتریک وارث تاج و تخت پهلوی باشد اما این اتفاق هیچگاه نیفتاد مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم ما بودین لطفا این ویدیو رو لایک کنین و یادتون نره که نظراتتون رو در مورد این ویدیو و اینکه دوست دارین در مورد چه موضوعاتی براتون ویدیو تهیه کنیم پایین همین ویدیو با همون در میان بزنیم در آخر یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنیم